21 رمضان، شب قدر و شب شهادت مولای متقیان علی علیه السلام، قدر مجسم انسان، چلچراغ حقیقت و ایمان. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر سلام هی حتی مطلع الفجر. امشب در فرق شکافته امیر مؤمنان، فرمانده تاریخی و عقیدتی مجاهدان، همه جا محو تماشای رخ یار شدیم. بر جوشش خونی که هر قطره و ذره آن 120,000 بار در مجاهدین فوران کرد، ما بدادیم سر و محرم اسرار شدیم. و این چنین بود که ما مجاهدین پشت به خمینی، در براءت از ابن ملجم های زمان و در جنگ با اونها، خورشید خونفشان و گل روی امیر مؤمنان رو در خور دیدار شدیم و حلقه مرد خدا حیدر کرار شدیم. وای که بشریت امروز چه کسی رو از دست داد و دیگر در کجای زمان و کدامین مکان به او دست پیدا خواهد نمود. لاهی عظم الولاء و برخ الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء. و خوشا مجاهدین که از حنیف تا اشرف و موسی و همه جاودان فروخ ها و شهیدان که در ساعت شهادت و زیادت و در لحظه های کرامت و شرافت و آستان او فرود آمدند و بر دامان امیر مؤمنان سرساییدند. قرار عبور شتابان زمان بود و لحظات را با استرابی سنگین پس پشت می‌نهاد. شب محرم اسرار و یار دیرین علی بود. شب بود که دستگیری علی از مستمندان را در حجاب بیرنگی خیش پنهان می‌کرد. شب مونس تنهایی ها علی. با این همه شب علی را تنها در تاریکی خیش دیده بود. خورشیدی چون علی در محجوره چشم شب نمی گنجید. بار دیگر صدای مناجات علی شب را بیدار کرد. از پلک تو می روید خورشید سحر اینجا،
در خلص فرو می رفت شب با نفست مولا. از خنجر نامردان صد زخم به تن داری، خاموش ولی در خود صد چاه سخن داری. باز هم ستاره سحر طالع شد و چشمان علی را چون همیشه بیدار دید. علی به او نگریست و گفت ای ستاره سحری، کی شد که طلوع کنی و چشم علی را خفته بینی؟ این بار اما ستاره سحری را زهره چشم برگرفتن از سیمای علی نبود. نسیم صبحگاهی خبر از واقعی تلخ می داد. ای در وطن خیشت این گونه غریبانه، با شوق چه دیداری بیرون شدی از خانه؟ در ناله این مرغان دردا اثری باشد، یک لحظه خدا را مرد شاید خبری باشد. صلای اذان سوار بر شانه نسیم تا کوچه پس کوچه های کوفه می رفت. خاک کوفه گرچه با سنگینی گام های پر صلابت علی آشنا بود، اما این بار علی چنان سبک بال و آرام گذشت که خاک از صدای گام هایش بیدار نشد. بگذار شب آخر با شوق تو ام ایار، بر دامنت آویزد دستان در و دیوار. امشب ز کدامین سو بر حادثه خواهی زد، وقتی که کمین کرده در راه تو دیو و دد. علی پا به آستان مسجد نهاد. آسمان با چشم ستارگان و زمین با نگاه نسیم دزدانه در پی شیر خدا بودند، همچنان نگران و مضطرب. مهراب دیدار آشنای هر روزه را انتظار می کشید. علی بر سر وعده آمد، ایستاد و قامت بست. لحظه ای بعد آوای آشنای نماز علی فضای مسجد را پر کرد. نمازگزاران یکی پس از دیگری به اقتدای مولا برخواستند. هیچ کس خبر نداشت که این آخرین همراهی مردم در نماز علی است، جز آن که پس پشت او ایستاده بود و از ساعاتی قبل شمشیر تشنه توطئه را با زهر سیراب کرده بود. ابن ملجم مرادی سجده علی را به کمین نشسته بود. علی غرق در جذبه حق به رکوع رفت. نمازگزاران در پی او به رکوع رفتند. قاتل اما با پینه تهجر بر پیشانی و کینه حق بر دل، چون ساقه خشک گیاهی مسموم بر جای مانده بود و با چشمانی خون گرفته لحظه مناسب را انتظار می کشید. طاق و رواق مسجد و محراب را زبان آن نبود تا علی را از وقوع حادثه خبر دهند. ناگزیر صدایش را پیشواک می دادن تا شاید علی اما اکنون به سجده رفته.
سبحان ربی العلی و بحمده سبحان الله. نعره هولناکی برخاست، تیغ قساوت عبا از تن برگرفت و ناجوان مردانه در چشم به هم زدنی فرق علی را شکافت. زمان از حرکت باز ایستاد، بغض فرو خوردگی تاریخ شکست و دیوار از شبنم خون علی تر شد. تیغی که در میدان بدر احد و صفین و نهروان جسارت رویارویی با علی را نداشت، اکنون در محراب نماز از قفا بر علی فرود آمد. تنین فریاد علی تا آسمان فرا رفت، مسجد یک سر فریاد و همهمه شد، نمازگزاران نماز شکستند، بارانی از عشق در چشمان آسمان نطفه بست. ای شیر به خون خفته در پیش رخ مهتاب، عطر تو پراکنده است در خاطر هر محراب. وقتی که شتک میزد بر روی سحر خونت، بوسید جبینت را سجاده گلگونت. حال علی بر بستر خفته است، درد جانکاه زخم نفس را سنگین کرده است، خیشان و یاران گرد او حلقه زدند. چندی است که یتیمان و بینوایان بیتاب دیدار آن آشنای بینشان هستند و علی نیز دلنگران چشمهای منتظرشان. از داغ تو بیدارند چشمان بدرمانده، یک خانه نگو تاریخ در سوگ پدرمانده. حسن کاسه شیر نزد پدر می آورد، علی از نوشیدن تن می زند و با اشاره شیر را نخست برای قاتلش می خواهد. نفس ها در سینه ها حبس است. این چه رسمی است؟ این رسم علی است، مرام علی است، همو که حتی در بستر مرگ نیز دریای رحمت است. وقتی که زمین از عشق از عاطفه خالی بود، انصاف و کمی رحمت تصویر خیالی بود، برزار به خود حتی در بستر بیماری، با مهر نظر کردن این رسم تو بود آی. اکنون در واپسین شب علی بار معراج بسته و مسافر است. راه پیموده چون موجی به هم پیوسته از صبر و حماسه در برابر دیدگانش جان می‌گیرد. سالهای کودکی در آغوش پرمهر محمد و دامان پر عطوفت خدیجه، روزهای دشوار شعب ابی طالب، لحظات پر التهاب احد و خندق، 25 سال پایداری بر اصول، در سکوت با استخوانی در گلو و 5 سال حکومت در بارانی از فتنه ها. صد فتنه بنیان کن در پیش خودت دیدی، چون کوه بلند اما یک لحظه نلرزیدی. به امشب علیست که با قلبی مطمئن و سیمایی مهتاب گون
با صدایی آرام راز دل فاش می کند. مخاطب علی این بار نه حلقه تاریک چاه که دایره هستی و تاریخ است. من دیروز هم نشین و در کنار شما بودم، امروز برای شما پند و عبرتم و فردا از میان شما خواهم رفت. خدا من و شما را ببخشاید. اگر جای پا در این نقدشگاه دنیا استوار ماند و من زنده ماندم، پس مراد شما حاصل است. اما اگر قدم لغزید و من درگذشتم، بدانید که ما در سایه سار شاخه‌های درختان، در وزش نسیم و در زیر سایه ابرهایی که در آسمان متراکم می‌شوند یا از هم می‌پاشند زندگی کردیم. این کیست که در بستر مرگ این گونه لطیف و شاعرانه سخن می‌گوید؟ شیر قران عرصه‌های پیکار، عارف دل سوخته و زاهد شبهای بیدار، یا شاعری باریک بین و لطیف اندیش، یا سخنوری بلیغ و چیره دست؟ آری این علی است، راز گشوده انسان، تجسم پیروزی انسان بر تقدیر. این علی است. وقتی که زمین می سوخت در آتش نامردی، تو چتر نوازش بر هر غمزده گستردی. هر جا که جفایی هست شمشیر تو میبارد، زنجیری پای توست هر ره که خطر دارد. تو راه حقیقت را بر خلق نشان دادی، از دایره عدلت سهمی به جهان دادی. ستاره سحر در سپید دم 21 رمضان سال 40 هجری هنگام طلوع، برای اولین بار چشمان علی را خفته یافت.